بسم الله الرحمن الرحيم. شكر ستایش به الله متعال و درود و سلام به رسول الله صلی الله علیه و سلم. بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله. الحمدلله ما شما در این شبها و روزهای خاص ماه مبارک رمضان که قرار داریم، یقینا که این برنامه ها در این لحظات بسیار مبارک و خاص، برنامه های خاص برای ما و شما و برای تمام هموطن های ما در هر جای جهان است. در برنامه گذشته ما و شما راجع به این که انسان باید چطور به خوشی و به شور و شعف بیاید و چطور ماه رمضان استقبال کنه و چطور فلسفه روزه و فلسفه عبادت درک کنه و صحبت های داشتیم که چقدر مفید است برای انسان عبادت و بندگی الله به صورت عموم. در این برنامه خود انشاءالله ما و شما راجع به ای که الله متعال به چی شکل به کدام کلمات برای ما در قرآن عظیمشان روزه را فرض ساخته و چی موضوعات گوناگون در ای آیت مبارک شامل است، انشاءالله صحبت های داریم که هم روزه چرا فرض شده و هدف روزه چی است در ای آیت مبارک انشاءالله شامل است. و لحاظا آیتی که در اینجا میخوانیم و سرش صحبت میکنیم در سوره بقره آیت 183 است که خداوند متعال میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. معنایش این است که ای مؤمنان، ای مسلمان ها، روزه بالای شما فرض گردانیده شده امان طوره که بالای مردم قبل از شما فرض گردانیده شده بود، تا باشد که تقوا حاصل کنید. خوب دقیق انشاءالله سر هر کلمه از این جمله و ای آیت توجه کنین و انشاءالله زیادتر تشریح میکنیم هر کلمه شد. تکرار میکنم معنیش که دگام در خاطرتون بانه: ای مؤمنان، ای مسلمانان، روزه بالای شما فرض گردانیده شده امان طوره که بالای مردمان قبل از شما فرض گردانیده شده بود، تا باشد که تقوا حاصل کنید. ببینیم انشاءالله دقیق شویم در هر کلمه از این آیت. اول الله میگه ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آورده اید. چقدر یک خطاب زیبا است. واقعا یک مؤمن وقتی که میشنوه که الله میگه او کسایی که ایمان آورده اید، دفتن یک احساس خوشی برای یک مؤمن پیدا میشه. چرا؟ ایمان بهترین نعمت الله هست، ایمان بهترین صفت انسان است، ایمان به حق. و اگر انسان این صفت داره، یک صفت بسیار بزرگ است و الله متعال ما را به مو صفت بسیار بزرگ ما خطاب میکنه. مثل که ما و شما یک چند نفره که قهرمان شده باشد در یک موضوع، بگوییم او قهرمان ها، چقدر برای زیاد خوشی پیدا میشه. یا بگوییم کسایی که در کل سنفا اول نمره شده، او اول نمره ها، بیاین یک جای جمع شوین. یا استادایی که مدال گرفته باشن، او استادایی که مدال گرفتین، بیاین یک جای شوین. سبحان الله، چی خوشی برای مو اشخاص پیدا میشه. ما را الله میگه ای کسانی که ایمان آورده اید، به مو خطاب بسیار زیبا که هم بسیار انسان خوش میشه و هم یک احساس مسئولیت میکنه که شما ایمان آوردین، شما یک تعهد به الله کردین، دیگه الله آل صدایتان میکنه و وقتی که صدا میکنه با قلب و با جان بگن یا الله چی میگی، ما خیلی آماده استم به خیر، لبیک به اصطلاح، یا الله، بله یا بله یا الله، آماده استم، بگو برای ما چی میگی. ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بالای شما فرض گردانیده شده، عبادت روزه بالای شما حتمی شده که شما حتما باید روزه بگیرین. همان طوره که بالای دیگرها فرض گردانیده شده، یعنی روزه برای شما امر است و فرض است و این فرض برای شما یک چیز نو نیست، به مسلمان های سابق هم، به پیروه های دیگه پیغمبرها هم این فرض گردانیده شده بود. گفتیم وقتی که الله میگه فرض گردانیده شده، یعنی حتمی برای شما لازمی شده که این کار بکنین.
و صوم کلمهش روزه است. صوم در کلمه عربی معنایش یعنی که یک چیز اجتناب کنی از یک چیز. اجتناب میفهمیم در روزه از چه چیزا ما شما میکنیم، خوردن و نوشیدن و غیره. و وقتی خداوند میگه که روزه بالای شما فرض گردانیده شده، امان طوره که بالای دیگرها فرض گردانیده شده، یعنی شما متوجه باشین که شما مسلمان ها شما راه کسانی را تعقیب میکنین که قبلا ایرا را تعقیب کرده اند. پیروهای دیگه، پیغمبرها هم مسلمان حساب میشن، پیروهای مخلصشان، مخصوصا پیش ازی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نامده بود، اینا همشان اگر مخلص بودن و هدایات پیغمبرهای خود درست تعقیب کردن از رسیده بود برشان، اینا هم مسلمان حساب میشن و اینا هم برشان اینا روزه گرفتن. و امیال با تمام تحریفات و تغییراتی که در کتابهای ادیان گذشته صورت گرفته، هنوز هم ما میبینیم که مثلا در کتاب تورات، هنوز هم تورات فعلی راجع به موسی علیه السلام یاد میشه که موسی علیه السلام در کوه سینا رفت و برای 40 روز روزه گرفت. در کتاب عهد جدید یا بایبل نیو تستمنت، در او عیسی علیه السلام در کتاب متیو روایت میشه که برای 40 روز در بیابان روزه گرفت. داوود علیه السلام یاد میشه که برای 6 ماه متواتر روزه گرفت. 6 ماه سال، یعنی هر یک روز در بین یک روز روزه میگرفت، یک روز روزه نمیگرفت، و لذا 6 ماه مجموعا روزه گرفته در سال. سبحان الله، یعنی دیگه پیغمبرها هم روزه گرفتن. و تا امروز در بسیاری ادیان هنوز هم به یک شکلی از اشکال روزه وجود داره. مثلا میالا مسیحی ها روزه میگیرن، بعض اوقات یهودا روزه میگیرن. طبعا فرقهای وجود داره بین روزه ما و روزه از اونا، و به خاطر که مخصوصا هدایات عیسی علیه السلام و موسی علیه السلام به شکل اصلیش نمانده، تغییرات آمده ده او، از او خاطر تغییر در روزهشان هم آمده. مثلا اونا روزه که میگیرن تنها از یک چند رقم غذا روزه میگیرن، بس دیگه غذا ها را میخورن، نوشیدنی ها، آب و چیزا میخورن. همینطور روزه یک هدف بسیار خاص محدود برشان داره، برای ما یک هدف بسیار جامعی داره. روزه اونا در یک وقت خاص سال میگیرن که به اصطلاح بسیار آسان باشه. ما روزه بسیار در هر وقت سال میگیریم، نظر به اینکه در کدام فصل ماه رمضان میآید. یعنی فرقهای موجود هست بین روزه ما، ولی بازم یعنی در اصل یعنی یک عبادت الله در دیگه اقوام هم داده شده و اونا هم روزه گرفتند. و بعد از الله متعال بر ما میگه که روزه شما بگیرین تا چی؟ تا تقوا حاصل کنین. تقوا حاصل کنین. پس هدف روزه گرفتن به اساس از این آیت چی است؟ کسب تقوا. انشاءالله ما و شما به یک وقفه بگیریم و بعد از وقفه تقوا را کمی خوبتر بفهمیم که چی است، چرا این هدف روزه است. بسیار مهم است که دقیق بفهمیم. بینندگان گرامی و عزیز، ما و شما آیت را خواندیم که در او روزه فرض گردانیده شده بالای ما، آیت 183 سوره بقره، و گفتیم در آخر آیت خداوند میگه لعلکم تتقون، تا باشد که تقوا حاصل کنید. یعنی اگر روزه را واقعی بگیرین باز تقوا را حاصل میکنین. پس به یک کلمه تقوا را یکم خوب بفهمیم. شاید هر کدام با شما کلمه تقوا را بسیار زیاد شنیده باشیم، اما دقیق یکم اگر انشاءالله توجه کنیم خوب همی کلمه تقوا را به شکل مکمل منظم انشاءالله میفهمیم. تقوا از سه قسمت تشکیل شده. یک قسمت تقوا به اصطلاح عامیانه افغانی و فارسی ما و شما خدا را حاضر دیدن است. یعنی وقتی که الله را آدم حاضر میبینه، وقتی که به خود یادآوری میکنه که الله این امیال مرا میبینه و الله مراقبم است، اینمی خودش تقوا است. یعنی متوجه الله میباشه آدم، فکر و ذهن و روح انسان، قلب انسان آگاه می باشه از وجود الله. اینمی عنصر مهم و اول تقوا است.
قسمت دوم تقوا یا عنصر دوم تقوا یک به اصطلاح فارسی ما شما پرهیزگاری میگیم، یک نوع احتیاط، یک نوع مواظبت از چی است؟ از گناه است، که انسان از گناه دوری کنه و چطور اجتناب کنه و بسیار متوجه می باشه آدم. اینه ما شما پرهیزگاری میگیم، پرهیزگاری از گناه، پرهیزگاری از شیطان، پرهیز میکنیم، دور میشیم. و این پرهیزگاری هم به اصطلاح ما شما وقایه واره میگیم، که خود وقایه هم از کلمه تقوا آمده، که ما میخواییم جلوگیری کنیم که کدام چیز واقعی نشه که الله ناراضی نشه، یا گناه انجام نشه، یا شیطان سر ما غالب نشه. این هم تقوا است. و این قسم تقوا را، این قسمت تقوا را بسیار زیبا میتونیم بفهمیم وقتی یک قصه دو صحابی جلیل القدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بفهمیم. یک وقت حضرت عمر رضی الله عنه از ابی ابن کعب، یک صحابی دیگه، پرسان کرد، گفت یا ابی تقوا چی است؟ ابی گفت یا عمر، آیا خودت در یک تنگنای، در یک به اصطلاح را یا کوچه تیر شدی که از هر طرف بتهای خار است و بسیار یک رای تنگی است که از بین از این بتهای خار باید تیر شوی؟ گفت اگر بخوایی که از این راه تیر شوی که هر دو طرف بتهای خار است، چه قسم تیر میشی؟ گفت من کالای خود جمع میکنم و بسیار به احتیاط تیر میشم که خارا مرا نخله و به من خارا نرسه. گفت اینمی از تقوا، اینمی معنای پرهیزگاری تقواست. یعنی انسان طور باید در دنیا زندگی کنه که امی خارها که در حقیقت تحریکات شیطان است و کشیدن ما به گناه هاست، چطور به ما نرسه، چطور خود از این چیزا، از افکار، از احساسات، از پیش آمد شیطانی و منفی خود چطور نگاه کنیم، از تحریکات شیطان چطور خود نگاه کنیم. این امی کوششی که ما در این را میکنیم، امی کوشش خودش تقوا است. این قسمت دوم تقوا شد. قسمت سیوم تقوا یا عنصر سیوم تقوا ترس از الله است، یا یک معنای تقوا ترس از الله است. ترس الله هم میتونه به سه قسم تقسیم شود. سه نوع ترس وجود داره. ترس اول که از الله باید ما داشته باشیم که مبادا الله ناراضی شود. یعنی همیش باید در یک نگرانی باشیم که من نمیخوایم کار کنم که الله از من ناراضی شود. چرا؟ برای ما رضای الله بسیار مهم است و هدف بزرگ حیات ماست. همیش میخوایم کار کنیم که الله راضی باشه از ما. لذا بسیار متوجه می باشیم و یک نگرانی می داشته باشیم که مبادا من کدام کار کنم که الله از من ناراضی شود. مثل که یک آن وقت ما شما در روابط انسانی خود، همسر خود یا اولاد خود یا پدر و مادر خود بسیار دوست داریم، میگیم نمی خواهیم کدام کار کنم که بازم خفه شود. دیگه همه طور میگیم که الله از ما ناراضی نشه. این ترس اول، این نوع ترس همیش باید پیش ما باشه. نوع دوم ترس باید ترس از محروم شدن نعمت‌های الله هست که باشه. یعنی باید به صورت متواتر باعث یک مسلمان به خود یادآور شویم که من هر لحظه به هزارها و به میلیون‌ها نعمت بالای من میباره. بله، هر اجره وجود ما که کار میکنه به امر الله کار میکنه، هر اجره حیات ما که زنده است به امر الله هست، و میفهمیم که میلیون‌ها اجره تنها در یک عضو وجود ماست و صدها میلیون در تمام بدن ماست و کل از یا هر کدامش از الله امر میگیره که زنده باشه، مرده باشه، کار کنه، نکنه و انرژی تولید کنه و دیگه کارا بکنه. یعنی ما چقدر از الله نعمت حاصل میکنیم هر لحظه. و یک انسان هوشیار باید هر لحظه به این نگران باشه که مبادا کدام کار کنم که اگر الله کدام نعمت خود سر من قطع کنه. مثلا اگر الله می چشم مرا، قدرت دید من ضعیف بسازه یا از پیشم بگیره، چی واقع میشه؟ اگر قدرت گپ زدن مرا الله از پیشم بگیره و میبینیم که چه انسان هاست که دفتن چشم خود از دست میده، دفتن گپ زدن خود از دست میده، چی واقعات میتونه
یک اکسیدنت موتر تکر موتر صد چیز دیگه میتونه این واقعات به وجود بیاره یا بعضی امراض مختلف. لحاظا یک انسان باید همیشه ترس داشته باشه که من نمیخوایم کدام کار کنم یا مبادا که کدام نعمت الله سر من قطع شود. ولی این نوع دوم ترس است. نوع سوم ترس از الله، ترس عذاب الله در روز قیامت و در حیات بعدی است. بله، ما و شما همیش به یاد خود باید بیاریم که اگر من گناه کنم و متواتر گناه کنم و توبه نکنم و به می حالت گناه پیش برم، حتما اگر به این حالت باز مقصود از دنیا میرم، دیگه باز در آتش دوزخ باز من می سوزم و این عذاب، عذاب بسیار شدید است. و اگر کمک درباره دوزخ بفهمیم میگیم نمی ارزه، اگر کل دنیا را برای من کسی بده من نمی خواهم که به عذاب آتش برم. ولی آزا این ترس همیش برای ما یک ترس مثبت است که ما را همیشه در راه حق نگاه میکنه و متوجه می باشیم. لحاظا این ترس هم باید همیش داشته باشیم. این سینه و ترس هم تقوا است و تقوا سه معنا داره. انشاءالله بخیر ادامه میتیم بعد از یک وقفه. بینندگان عزیز، ما شما در چند لحظه گذشته راجع به تقوا گپ زدیم که هدف روز است و تقوا را تشریح کردیم به صورت خلاصه که از سه قسمت تشکیل شده یا سه معنا داره. یکیش قسمت آزر دیدن الله است که به اصطلاح ساده و عامیانه ما شما میگیم خدا را آزر دیدن، که آدم متوجه باشه که الله مرا میبینه و مراقب ماست. دوم آگاه باشه. دومی که گفتیم یک احتیاط میکنیم و مواظب خود میباشیم که پرهیزگاری است. و سومی که ترس از الله داشته باشیم و ترس هم گفتیم با سه نوع است. و هر سه نوع ترس، ترس مثبت است، ترس منفی نیست. ترس مثل از این نیست که آدم از یک خطر میداشته باشه یا از یک حیوان درنده آدم میترسه، او قسم ترس نیست. ترس الله، ترس الله یک چیز مثبت است که انسان خوبتر و خوبتر میسازه و هر قدر که انسان به الله نزدیک شوه ترسش زیادتر میشه. یعنی سبحان الله، این نوع ترس نیست که انسان از او دور بگروزه، ترس است که انسان به الله تقرب پیدا میکنه و یک انسان خوبتر و مفیدتر میشه. این از تقوا که تشریح کردیم. این حال الله میگه که هدف روزه گرفتن تقوا است، روزه بگیرین تا که تقوا حاصل کنین. پس این حال بیایی که کمی تفکر کنیم که چی سبب میشه که آدم از نتیجه روزه تقوا حاصل میکنه، چطور تقوا حاصل میشه، سر میخانیکیتش یک کمی فکر کنیم. ببینیم وقتی که ما شما روزه میگیریم برای 13 ساعت، 14 ساعت، 15 ساعت گشنگی را، تشنگی را قبول میکنیم و برای این مدت زیاد به صورت متواتر هیچ علاج نداره که میده ما، وجود ما یک رنگ تقاضا نکنه که میخوایم بخورم یک چیزه، میخوایم بنوشم یک چیزه و ما میگیم نه، نمیخورم، نمینوشم، به خاطر الله نمیخورم، نمینوشم، به خاطر الله صبر میداشته باشم و به خاطر الله ما این کار نمیکنم. وقتی که ما به صورت متواتر در طول روز اینقدر سر الله فکر کنیم، چرا میده ما مجبور ما میسازه، وجود ما را مجبور میسازه که به خاطر الله فکر کنیم. وقتی که به صورت 12 ساعت، 13 ساعت، 14 ساعت، 15 ساعت ما به خاطر الله فکر میکنیم و به خاطر الله از چیزها دوری میکنیم، بیشک امو قسمت اول تقوا چی است؟ که خدا را چطور آدم حاضر میبینه، متواتر آدم یادآوری میشه که خدا را ما باید حاضر ببینم، خدا را حاضر ببینم. همچنان چی میکنیم؟ از پرهیز میکنیم، از چیزهای خاص خوردنی و نوشیدنی یا پرهیزگاری ما را زیاد میسازه. و همچنان ترس الله که مبادا که الله نعمت خود را قطع کنه، مبادا که الله از من ناراضی شود که باز روزی خود را بشکنانم، یا باز اگر بشکنانم روزی خود را و روزه نگیرم بالاخره جزا میبینم پیش خداوند. میبینیم که عرصه ازی چطور عملی حاصل میشه. بله، این یک شکلی که تقوا حاصل میشه. دیگه شکلی که روزه گرفتن سبب تقوا میشه این است که ما و شما اگر کمی توجه کنیم در ماه رمضان ما و شما از نعمتهای حلال خداوند، از نعمتهای خوب خداوند که مثل آب و مثل چای و مثل نان و خوراکه و یاس، از اینا دوری میکنیم. وقتی که ما
خود تدریب میتیم، ترینینگ میتیم که ما از چیزهای حلال دوری کنیم. آیا ای برای ما آسان نمیسازه که از حرام دوری کنیم؟ سبحان الله. خوب فکر کنیم برادرای عزیز، خواهرای عزیز. وقتی که انسان خود آماده میسازه و ترینینگ میده که ما از چیزهایی که اجازه است در طول حیات و او حرام نیست، وقتی از او خود بتانم دور نگاه کنم به خاطر رضای الله، دیگه چیزی را که الله گفته نکورد ای به هیچ صورت و او حرام است، به او خب به هیچ صورت من نزدیک نمیشم. مثل عزیز که در رانندگی درایو میکنیم، به اصطلاح در سرک میریم و حتی در اشاره سبز یک دفعه سنوسون سیل میکنیم که باش که چیز نباشه، کسی باز تیر میشیم یا استاده میکنیم در اشاره سبز. دیگه اگه این کار بکنیم در اشاره سرخ باز حتما و حتما استاد میکنیم و حتما قانون مراعات میکنیم. درست؟ یعنی از این قسم ایره میبینیم که چطور ما پرهیزگاری رو برای ما آسان میسازه و چطور ما میتونیم که از ترس الله تازه و تازه برای ما باشه و به این شکل تقوا هم اصل میشه. دیگه شکلی که تقوا اصل میشه، ما و شما وقتی که روزه میگیریم میفهمیم که روزه را ما به خاطر کس دیگه نمیگیریم، خاص به خاطر الله میگیریم. و برای ما مهم نیست که کس دیگه بگه روزه داری یا نداری. وقتی که روزه داشتیم، خدا کنه که اعضای فامیل، خدا کنه که دوستا و رفیقا و همکارا سر ما شک کنه که نه شاید روزه نداشته باشه. وقتی که روزه داشتیم خوب و اطمینان و اعتماد در قلب ما می باشه که الله کافیز بر ما که بفهمه که روزه دارم و مثلا دیگه کس رای نمیزنم، دیگه کس خاصر ما شک میکنه، هرچی میکنه همی کافیز. یعنی انسان یک کار میکنه خاص به خاطر رضای الله و سر تبصره های مردم، سر گپای مردم رای نمیزنه. و به خاطر الله وقتی که ما این کار میکنیم، این چی میکنه؟ این اخلاص ما را پرورش میده و ای ما را آماده می سازه که هر کار دیگر را تنها به خاطر الله بکنیم و رضای الله یگانه چیز مهم بر ما است و بس، و دیگه چیز بر ما مهم نیست. امی از تقوا که یعنی الله را همیش حاضر ببینیم و به خاطر الله هر کار را بکنیم، نه به خاطر دیگه کس. بله، روزه گرفتن واقعا پر از مفادهای زیاد است که امی خود تقوا هم گفتیم که یک نعمت الهی است که انسان حاصل میکنه و چقدر تقوا باز فایده های دیگه داره که درباره از او انشاءالله صحبت میکنیم. ولی امی که الله متعال ما را میگه شما روزه بگیرین تا تقوا حاصل کنین، ای خودش یک دستاورد بسیار بزرگ است. چرا؟ وقتی که انسان با تقوا شد، انسان یعنی بسیار هوشیار میباشه، همیش حقایق به یادش می باشه، حقایق بزرگ که الله بالای سرم است، ملائک در پالوهای ما است و متوجه ما هستن. این انسان واقعا هوشیارترین انسان هم این انسان است که متوجه این حقایق بزرگ است و ذهن خود، فکر خود در چوکات هدایات الله استفاده می کنه و می خواهد که سراسر این کار خوب کنه، کار خیر کنه، دیگر آزی مستفید شوه و این انسان سراسر خودش اجر بگیره، ثواب بگیره. ببینیم که تقوا چی صفت بزرگ است. واقعا اگر ما تقوا اصل میکنیم، بسیار صفت های دیگه هم اصل میکنیم که اون صفت ها رو انشاءالله باز در برنامه های بعدی و در قسمت های بعدی یاد خواهد کردیم. خداوند یار و مددگار شما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.